اتحادیه اروپا گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در جهان را منتشر کرد. در این گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی آمده است. در سال 2021 رژیم ایران اعدام‌ها را با نرخ بسیار بالایی اجرا کرد. یک منشأ اصلی نگرانی همچنان استفاده از مجازات اعدام برای افراد نوجوان، معترضان و مخالفان بود. محدودیت‌ها برای آزادی‌های مدنی به طور مشخص فقدان ضمانت‌های محاکمه عادلانه، نقض آزادی بیان، مذهب یا عقیده و حقوق بشر زنان و دختران استمرار داشت. بدرفتاری و شکنجه در زندان، بازداشت و محکومیت دو تابعیتی‌ها و وضعیت فعالان حقوق بشر همچنان موضوع مورد نگرانی جدی است. کمبود آب در خوزستان منجر به سلسله‌ای از اعتراضات در تابستان 2021 شد که با گزارش‌هایی در مورد استفاده نامتناسب از قهر توسط نیروهای امنیتی همراه شد. در گزارش سالانه اتحادیه اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در جهان در سال 2021 آمده است. اتحادیه اروپا به طور مکرر از رژیم ایران خواسته است تا سیاستی ثابت در قبال لغو مجازات اعدام را دنبال کند. این اتحادیه از طریق بیانیه‌های عمومی استفاده از مجازات اعدام به ویژه علیه مجرمان نوجوان، معترضان و مخالفان را به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا مانند سال‌های گذشته از قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران که توسط کانادا در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ارائه شد به عنوان قطعنامه مبتنی بر واقعیت و عاری از ادعاهای تایید نشده حمایت کرد.